در نامه دوم قرنتیان 3:17 میخوانیم که پولس رسول اعلام میکنه، اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است اگر ما در پی این هستیم که از تمام های مانند غرور خود بزرگ بینی کمبینی خود کمبینی آزاد بشیم می باید در حضور او بریم تا این آزادی حقیقی رو نیز داشته باشیم چرا که در حضور او هستش که خداوند به ما این درک درست رو میده که خدا هدفی داشته که من و شما را آفایده و در این مسیر هدف خداوند ما رو میخواد برکت بده نه تنها برکاتی که باعث حیات میشه بلکه در ادامه حیاتمون ما با شادی کامل زندگی کنیم در کتاب جامع 7 29 سلیمان زیبا میگه این آیه معروف که اعلام میکنه بالاخره به این نتیجه رسیدم تحقیق کرد تحقیق کن چقدر خوبه تحقیق کنیم اگر میبینیم غمی در دلمون هست افسودگی هستش نگرش ناخواسته ای هست نسبت به خوی و مرام ما خستگی هستش حس میکنیم که دیگه دوست نداریم به خدا توکل کنیم حس میکنیم که فکر ما فکرای در جایگاهی هستش که بهتر از خیلی ها فکر میکنیم تحقیق کنیم چه بلایی سر خودمون آمده بالاخره به این نتیجه رسیدم که خدا انسان را خوب و راست آفریده خدا انسان ها را خوب و راست آفریده است اما آنها به راه های کج رفتن و اونها اسیر شدن و اونها به اسارت رسیدن کتاب مقدس بهترین جایگاه هستش که به من و شما ماهیت و هویت خودمون رو معرفی میکنه با امر معروف نه و بله نیست نکن و انجام بده نیستش بلکه به ما ماهیت خودمون رو میده تا درک درست نسبت به اون داشته باشیم از این رو تشویقت میکنم به عنوان یک ایماندار هر روزه وقت بده به کلام خداوند پدری وقتی که با همسر خودش درگیر میشه و با هم دیگه می پرخاشگری میکنن بلا فاصله میاد پسرش میگه به تو یه نصیحت میخوام بکنم میگه بگو بابا میگه نصیحتم اینه که هرگز زن نگیر به پسرتم بگو زن نگیره به نوه پسرتم بگو زن نگیره بله وقتی درک درست نباشه این گونه نیز حتی نصیحت ها داده میشه اما وقتی در حضور خداوند باشیم کلام خدا برای ما تعریف درستی داره و چون تعریف درستی داره به تعریف درست به فعل میرسه و ما نیز میتونیم دیگران رو به نیکویی پند بدیم که در جایگاه درست نیز قرار بیان کلام خداوند به یاد ما میاره که ما شکل او آفریده شدیم کلام خداوند به یاد ما میاره که مسیح در انجیل متا 548 اعلام کرد کامل شوید همچون خدای پدر کلام خداوند به ما میگه ما فرزندان او هستیم به ما میگه ما شاهزادگان هستیم به ما اعلام میکنه که ما ابدی هستیم و به ما اعلام میکنه که محبت خدا همیشگی هستش نسبت به ما به ما اعلام میکنه که ما را هرگز رها نمیکنه مطابق انجیل متی مطاب 28 20 و اعلام میکنه که وقتی ما به مسیح ایمان میاییم روح خدا بر ما قرار میه گذشته از این که روح حیات رو داریم پس ما همکاران خدا میشیم ما کاهنان میشیم ما سفیران هستیم ما نور و نمک هستیم و اگر سفیر هستیم ما سفیر صلح هستیم نه سفیری که به فکر خودش باشه مانند های دنیوی هرگز نخواهیم بودش در نامه رومیان 1410 ده میخونیم که نویسنده اعلام میکنه چرا برادر و یا خواهر خود را قضاوت میکنید پس کلام خداوند میاد به ما میآموزه که همدیگر را مورد سرزنش قرار ندیم چرا برادر و یا خواهر خود را قضاوت میکنی و حقیرشان میکنی در از ما میخواد که ممانعت کنیم از آنچه که باعث سرزنش هم میشه مبادا خود کمبین بشیم در نامه کلوسیان 3.21 کلام میکنه ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید مبادا شکست دل بشن مبادا اون حس اقارتی که امروز روانشناسان میگن از دوران کودکی نیز خیلی یا نصیبشون شده نصیب فرزندان ما بشه در کتاب تصنیه 31.6 نیز اعلام میکنه قوی و دلیر باشید و از ایشان ترسان و حراسان نباشید موضوعات که باعث ترست میشه حتی همین ویروس کرونا زیرا که یهوه خدایت خود با تو میرود و تو را تنها نخواهد گذاشت و تک نخواهد کرد در نامه قلاتیان 3.28 میخونیم که نویسنده اعلام میکنه بین انسان ها هیچ فرقی نیست حتی بین زن و مرد فرقی نیستش همه دست چشم خدا یک ارزش دارن تفاوت‌هایی داریم نسبت به هم دیگه اما در بود ارزش از چشم خدا همه ما پر ارزش هستیم همه ما از چشم خداوند در اصل در مسیح هدف مقدس آفریده شدیم و در نامه ابرانیان ده اعلام میکنه به خون مسیح دلیلی داریم ما که به مسیح ایمان آوردیم ما که میدانیم ایسای مسیح زنده است میدانیم که روح مسیح به نام روح القدس نیز در ما هستش و در امثال 29 25 اعلام میکنه هر که به خدا توکل نماید سرفراز خواهد گردید هر که به خدا چرا که این سرفرازی رو از خود خدا میگیره و نصیب اون خواهد شد پس چرا ترس و چرا نگرانی وقتی که ایمان داریم خدا با ماست با اون بیشتر وقت در این زمان دوران قرنطینه تا به شادی و آرامش برسی و اگر موضوعاتی هست که از نظر شما منطقی هست مانند ویروس کرونا که حتما باید رعایت کنیم اما این رو بدونیم مطابق نامه رومیان هستی یک تا خدا با ماست کیست بر ضد ما اعلام کنین رو تا خدا با ماست کیست بر ضد ما و مطمئن باشیم که خداوند مطابق فیض و رحمتش ما رو برکت خواهد داد تا بتوانیم بدون غرور بدون خود بزرگ بینی و خود کمبینی در مسیر اراده خداوند در قوت و شادمانی نیز به سر ببریم. در نامه اول پتروس پنچیش اعلام میکنه. پس زیر دست زوراور خدا یعنی از آنچه که اراده خداست رو کسب کنیم. پس زیر دست زیر دست و زوراور خدا فروتنی نمایید. بپذیرید اعتماد کنید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید. و به اون جایگاه عالی جایگاه خوب برسیم